سلام ګران زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګران زده کوونکو، بیا هم زه ستاسو د پښتو د ژبې ښوونکی هلال احمد مهرس یم. سلام شاګردانی عزیز، امید دارم که همه تان خوب و صحتمند و سر حال باشید. شاګردانی عزیز، باز هم من استاد زبان پښتوتان استاد هلال احمد مهرس هستم. شاګردانی عزیز، درس امروزی ما است درس 11، عنوان درس هم درس 11 است. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې لوست دی 11 لوست، مخ له 15 مخ څخه تر 20 مخ پورې. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې نوی درس پیل کړم، غواړم تاسو ته یو ځل په تیر لوست باندې خبرې وکړم، تر څو تیر لوست تاسو ته نور هم ښکاره او واضح شي. ګرانو زده کوونکو، په تیر لوست کې شاګردان عزیز در درس گذشته ما و شما درباره فعل، درباره ساختن جمله یا درباره کاربرد افعال جدید در جمله صحبت کردیم. شاگردان عزیز، ما در درس گذشته درباره فعل جوړول، ساختن یعنی جور کردن، درباره این فعل صحبت کردیم. وقتی که فاعل ما مفرد متکلم باشد، ما این فعل را چه قسم به کار میبریم؟ اگر فاعل ما جمع متکلم باشد، چه قسم این فعل را به کار میبریم در جمله در زبان پشتو؟ اگر فاعل ما غایب باشد، باز چه قسم؟ اگر مخاطب باشد، چه قسم؟ شاگردان عزیز، ببینین، اگر در جمله فاعل ما مفرد متکلم باشد، یعنی اگر فاعل ما چی باشد؟ ز یعنی من، باز او وقت چی میگیم؟ ز جوړوم. اگر فاعل ما چی باشد؟ موک، باز چی میگیم؟ جوړو. اگر فاعل ما چی باشد، یعنی تاسی، با چی میگیم؟ جوړوی. اگر فاعل ما چی باشد؟ دوی، باز چی میگیم؟ جوړوی. شاگردان عزیز، ببینین، ز جوړوم، موږ جوړو، تاسی جوړوی و دوی جوړوی، یعنی فاعل و فعل با هم رابطه دارد. در زبان دری هم همچنان است، یعنی وقتی که فاعل ما من باشد چی میگیم؟ من میسازم، ما میسازیم، شما میسازید، آنها میسازند. شاگردان عزیز، در زبان پشتو هم همچنان است، یعنی فاعل و فعل با هم رابطه دارند. اگر فاعل ما تغییر خورد، شکل و صدای فعل هم تغییر می خورد. شاگردان عزیز، بیاین با هم صفحه 35 ما جملات داریم، با هم جملات را می خوانیم. الف، تا تا با برک کمیس جور کلم. جمله اول، جور کلم، جور جوړ کړم، جوړ کړم مانا جوړ کړم. تا ته به شین پړونی جوړ کړم، تا ته به سور شال جوړ کړم، تا ته به سپین پرتوک جوړ کړم، تا ته به ژیړ کمیس جوړ کړم، تا ته به ټیکری جوړ کړم، تا ته به شین شال جوړ کړم. شاګردان عزیز، کمیس، پړونی، شال، پرتوک، ټیکری، ای پنج کلمات زبان پښتو رو من برای شما در درس قبلی معنا کردم، یعنی کمیس لباس، شال
زبان دری هم ما برش شال میگیم، تکرای چادر که ما در درس قبلی براتون همش را نوشتم با املاش. شاگردان عزیز بیایید به بی چی میگه؟ ما تا به ژیړه مرغۍ راوړې، ما تا به ژیړه مرغۍ راوړې، ما تا به ژیړه مرغۍ راوړې، ما تا به شنه خولۍ راوړې، ما تا به سره کورتۍ راوړې، ما تا به توره شړۍ راوړې، تا ته به ژیړه مرغۍ رانه وړي، تا ته به شنه خولۍ رانه وړي، تا ته به توره شړۍ رانه وړي، او تا ته به سره خولۍ رانه وړي. شاګردان عزیز ببینین، من یکی از این جملات را برای شما در تخته می نویسم و وضاحت می دم که ترکیب این جمله چه قسم است. ببینین جمله اول، ما ته به ژیړه مرغۍ راوړي، ما تا با ژیړه مرغۍ راوړي. ببینین ما تا با ژیړه مرغۍ راوړي. شاگردان عزیز، ما در زبان دری و در زبان پشتو دو قسم اسم ها داریم. یکی را شاگردان عزیز اسم های مذکر می گوید. کدام اسم؟ اسم های مذکر می گوید. ببینید شاگردان عزیز، اسم مذکر و یکی را اسم مؤنث می گوید. شاگردان عزیز، اسم های مذکر، آن بیاین مرغی، در زبان پشتو مرغی یعنی پرنده، یک اسم مؤنث است. در زبان پشتو وقتی که اسم مؤنث باشد، ما امرای از او صفتی را که استعمال میکنیم او را هم از اسم مذکر باید مختلف باشه. ببینید، ژیړه مرغۍ، ژیړه مرغۍ. ببینین ما برای شما دو اسم را نویشته میکنم همراه با یک صفت، ولی صفت فرق میکند. چرا فرق میکند؟ دلیلش را حال برایتان مینویسم. ببینین، کمیس، درست یک اسم، کمیس معنا لباس، کمیس لباس. دوم مرغی، مرغی پرنده. حال ببینید، ژیړه و ژیړ. شاگردان عزیز، ژیړه مؤنث، ژیړ مذکر. اسم مذکر، اسم مؤنث. ژیړ کمیس، ژیړ مرغۍ. ژیړ چی معنا؟ زرد. ژیړ چی معنا؟ ژیړ معنا زرد. ببینید شاگردان عزیز، اگر ما بگیم تور، توره، توره مؤنث است. اگر هی را حذف کنیم ای باز تور میشه، همراه اسم های مذکر استفاده میشه. ببینید، تور حلک، تور حلک می نویسم براتون. شاگردان عزیز، این همه مهارت های زبان پشتو است و اگر شما این مهارت ها را با طریقه درست کامل آموختید، حتما شما زبان پشتو را باز می آموزید. شاگردان عزیز ببینید، تور مانا سیاه، توره در زبان دری ما
صفت را امرای مؤنث و مذکر یکسان به کار میبریم. سیاه سیاه، ولی در زبان پشتو اگر اسم مؤنث بود باید مؤنث، اگر مذکر بود مذکر. ببینید حلق، انجلی، تور انجلی، تور حلق، تور انجلی، تور حلق، فرق می کند. در زبان پشتو شاگردان عزیز این همه مهارت هاستن که در زبان پشتو باید یک شخص بداند درباره این همه چیزها. حال بین شاگردان عزیز ببینین، مرکه، توریالی، بریالی، دا کرته استاده، این کرتی از شماست، هو دا کرتی زماده، بله این کرتی از من است. ستا واسکت سرنگ لری، واسکت شما چی رنگ دارد؟ زما واسکت تو رنگ لری، واسکت من رنگی سیاه دارد. ده نجیب کرتی سپینه ده، ده نجیب کرتی سپینه ده. شاگردان عزیز ببینین کرتی، سپین رنگ سفید را میگه، سپین آل امرای کرته باید ما چی بگیم؟ سپین کرته. چرا؟ به دلیلی که کرته یک اسم مؤنث است. چی میدانیم که کرته اسم مؤنث است یا مذکر؟ شاگردان عزیز در آخر کرته ما یا داریم و این یا را در زبان پشتو لکیدار یا میگه. ما لکیدار یا همراه کدام اسم های استفاده میکنیم؟ همراه اسم های مؤنث. همراه اسم های مؤنث در زبان پشتو یای لکیدار استفاده میشه. وقتی که همراه یک اسم یای لکیدار آمده باشه، شما باز چی بکنید؟ همراه از او صفتی را که استفاده میکنید باید صفتی باشد که همراه اسم های مؤنث به کار برده می شود. ببینید شاگردان عزیز، ده نجیب کرته سپین ده، ده هغه کرته ژیر نه، ده هغه کرته ژیر ده. بریالیا تو کرته لری؟ هو زه کلی کرته لرم، هو زه کلی کرته لرم. لومړی مهارت شاگردان عزیز، آره باید بیایید به مهارت ها. وست لاندې جملو تش ځایونه په درکړل شوو مناسبو کلمو سره ډک کړئ. بشپړې جملې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ما ته به ژیړه مرغۍ راوړي، توره مرغۍ راوړي، سپینه مرغۍ راوړي. شاگردان عزیز همین خانهخاله زیل را با کلماتی که برای شما داده شده تکمیل کنید و جملات کامل ازش بسازید و باز او جملات را در کتابچههایتان بنویسید. شاگردان عزیز این کار خانگی شماست. میدانید من برای شما چرا کاری خانگی میدم؟ چون من برای شما باور دارم که شما کارهای خانگی خود را با وقت انجام میدهید. شاگردان عزیز حال ببینین، دویم مهارت لاند جمله ولولی. ما تا به ژیړ مرغۍ راوړي، ما تا به شنه خولۍ راوړي، ما تا به سره کرتۍ راوړي، ما تا به توره شړۍ راوړي. شاگردان عزیز الف، ما تا به شنه خولۍ راوړي، ما ته به شنه پګړۍ راوړي، ما ته به شنه پیاله راوړي. در این جملات کدام جمله که در بالا ذکر شده او جمله را در کتابچه خود بنویسید. ببینید که شما چطور می توانید آن جمله را که در این بالا مثال ما ته به زیر مرغی راوړي. چار در مهارت دوم چار بخش داریم، الف، اول، دهم، سوم، چهارم و در هر بخش سه جمله. امی جمله ما تا وزیل مرغی راوری در کدام؟ در اول، در دهم و یا در سوم شامل است؟ در دهم ما تا وزیل مرغی راوری، در دهم بی درست است. شما از امی جمله بی را در کتابچه خود بنویسید. دویم مهارت، دریم مهارت، هر جمله ته یو شکل رسم شوی دی. تاسو د هر جمله په تش ځای کې در رسم شکل نوم ولیکئ. ببینید شکل اول ډوډۍ، شکل دوم هلک، شکل سوم چاینک و شکل آخر چی است؟ شکل آخر
خانه یا قریه یا شهر. ز دوری خورم هغه هلک دی دغه چای نکده ز په هغه کور کې اوسیږم. شکل آخر کور، خانه، کلبه. سلورم مهارت، د لاندې جملو تش ځایونه د چوکات په درکړی شوو مناسبو کلمو سره ډک کړئ. شاګردان عزیز، در چوکات برای شما چهار کلمه داده شده و چهار خانه خالی. شما کلمه مناسب را در خانه خالی جا بجا کنید یا بنویسید و جمله کامل بسازید. مثلا زم خوری خو زما دوری کدام؟ ز دوری خورم. مگ اوبه اوبه سخو اوبه خرو در پشتو اوبه خرو نمیاید. اوبه سخو می نوشم. تاسی خطکی خوری؟ داس مگ دا دنازو نازو زما خورده. ببینین دوم خطکی کرونده سخو خورم. دا زموږ کرونده ده، کشتزار کرونده میگه، جایی که کشتکار میکنیم. تی ت خطکی نخوری؟ زهین دوا نخورم، موک شده سخو. شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما که درباره مهارت های زبان پشتو صحبت کردیم. درس 11 بودک. شاگردان عزیز، هدف درس ما چی بود؟ که ما چطور بتوانیم مهارت های زبان پشتو را به طریق درست بیاموزیم و با واسطه از زبان پشتو را بیاموزیم. شاگردان عزیز، این همه چیزهایی که ما امروز در درس امروزی صحبت کردیم همراه خود تکرار کنید، جملات را بسازید. وقتی که شما جملات را میسازید، کلمات جدید را میاموزید و باز او را دوباره در جمله استفاده میکنیم، شما میتوانید که یک زبان را به خیلی زودی یاد بگیرید. شاگردان عزیز، امید دارم که درس امروزی برای شما مفید تمام شده باشه و شما چیزهای زیاد را آموخته باشید. تا درس بعدی، شما را با خداوند یکتا می‌سپارم. روزی خوش. خدا حافظ.